فکر کن توی دنیایی زندگی میکنی که از هر کی بدت میاد میتونی با یه دکمه از کل زندگیت بلاکش کنی. گلاسیا سلام، امروز میخوام یکی دیگه از قسمت‌های سریال بلک میرور به اسم وایت کریسمس یا کریسمس سفید رو ببینیم. این قسمت مال فصل دوم قسمت چهارمش حساب میشه، یکی از بهترین ها و دارک تریناش هم هست. همونطور که قبلا گفتم سریال بلک میرور اینطوریه که هر قسمتش یک فیلم جداگونه است، نیازی نیست قسمت‌های قبلی رو ببینید، اما اگه دوست داشتید میتونید از اینجا ویدیوهای دیگه هم تماشا کنید. قبل شروع فیلم هم بهتون بگم اگه دوست داشتی ویدیو رو حتما لایک کنید، لایک شما با آینده کاری من خیلی کمک میکنه. بریم ما فیلم رو ببینیم، حواستون رو به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم منطقه دورافتاده میریم و یک کلبه رو میبینیم. امشب شب کریسمسه و مردی به اسم جو توی کلبهش خیلی هم به هم ریخته از خواب بیدار میشه. یه شخصیت دیگه به اسم مت رو میبینیم که همخونه جو هم هستش و شروع میکنه به صحبت و شوخی کردن. البته که جو اصلا تو مود این حرفا نیست و مت هی سعی میکنه که اونو سر حال بیاردش. در مورد زندگی جو ازش سوال میکنه، چون با اینکه 5 سال با هم همخونه شدن هنوز هیچی ازش نمیدونه. بهش میگه بیا بریم یکم به شهر بگردیم و اصلا چرا 5 ساله که از این کلبه بیرون نمیری؟ من هیچ وقت ندیدم که اینجا رو ترک کنی. وقتی هم که مت جوابی نمیده، خود جو شروع میکنه به تعریف و میگه که من از زندگی میگم، اگه دوست داشتی تو هم بگو. چند سال قبل میبینیم که مت یه اختراعی انجام داده و با استفاده از اون به روابط عاطفی دیگران کمک میکنه. دستگاه اینطوریه که دیگران توی چشمشون میذارن، مت توی کامپیوترش میتونه زندگی اونا رو ببینه و وقتی که میخوان موقع کسی رو بزنن بهشون راهنمایی برسونه. مردی به اسم هری میاد از مت این دستگاه رو میخره و ازش کمک میخواد، چون نمیتونه با دیگران ارتباط بگیره. شب یه مهمونی میرسه و با کمک مت یه لباس شیک میپوشه، میره به پارتی و اونجا دختری به اسم جنیفر رو میبینه و خیلی ازش خوشش میاد. مت هم بهش میگه که باشه برو سمتش و شروع کن باهاش صحبت کردن، اما قبل این کار میره به دستشویی و به مت میگه که نگام نکن، میخوام دستشویی کنم. همین لحظه میبینیم که مت با چند تا از دوستاش ویدیو کال کرده و همشون همزمان دارن این قضیه رو نگاه میکنن. به روایتی این قضیه به جای اینکه برای کمک کردن باشه، برای مت جنبه یه سرگرمی رو داره. خلاصه که هری برمیگره به مهمونی و میبینه که جنیفر یه جا تنها نشسته. مت هم بهش میگه که برو جلو چه حرفایی بزن. اونم همین کارو انجام میده. یکم با هم بیشتر صحبت میکنن و جنیفر وسط حرفاش اعتراف میکنه که من یه مدت پیش مصرف مواد داشتم و به تازگی ترک کردم. هری هم جوابی نمیده و وقتی جنیفر میره دستشویی شروع به صحبت با مت میکنه. میگه که من این دختر خوشم اومده و گذشتش هم برام مهم نیست که چه کارهایی انجام میداده. الانم حس میکنم که دارم تقلب میکنم و از تو کمک میگیرم. برای همین فکر کنم تماس رو قطع کنیم کافیه. مت داره توجیهش میکنه که این کار رو انجام نده و همین لحظه جنیفر از دستشویی میاد. هری رو میبینه که داره انگاری با خودش صحبت میکنه، چون از مت خبری نداره. یه دفعه با خوشحالی میره طرف هری و بهش میگه که من خیلی ازت خوشم میاد و یه صدایی تو سرم داره میگه تو رو دعوتت کنم به خونمون. فکر کنم بهتره این کارو انجام بدیم. دو تایی به خونه جنیفر میرن. مت و دوستاش که دارن این صحنه رو میبینن با همدیگه صحبت میکنن و میگن ایول الان یه صحنه جنسی زنده با هم میبینیم. چند لحظه بعد جنیفر از اتاق میاد و یه لیوان دستش رو توش نوشیدنی ریخته. به زور اونو به هری میده. بعد بهش میگه فکر میکردم فقط خودم توی ذهنم صدا میشنوم، تا اون موقعی که دیدم تو هم داری با خودت صحبت میکنی. الان خیلی خوشحالم، چون امشب میخواستم کار خودم رو تنهایی تموم کنم. این تنهاییه که میشه جلوی این صداهای مزخرف رو گرفت. الانم خوشحالم چون دوتایی با همین کار رو انجام دادیم. هری یه رفیع دهنش خون بالا میاد و تو همون حال جونش رو دست میده. مت که هول کرده سری تماس رو قطع میکنه و به دوستاش میگه هر ویدیویی از این قضیه داشتید و سری پاک کنید. اونام همین کار رو انجام میدن. مت هم هاردی که این فیلم توی ذخیره شده رو برمیداره که بندازه دور و همین که از اتاق خارج میشه همسرش رو میبینه که متوجه این کارش شده. زنی که اصلا نمیدونسته مت داره همچین کاری رو انجام میده، چون شغل اصلی این مرد یه چیز دیگه است. بعدم یه کنترلی عجیبش در میاره و یه رفعه با یه دکمه به شکل عجیب مت تبدیل به یه سری رنگ سیاه و سفید میشه. مت هم همسرش رو همینطوری میبینه، انگاری کلا بلاک شدن و نه دیگه صدای شوهرش رو میشنوه و نمیتونن با هم ارتباطی داشته باشن و انگاری همینجا ازدواجشون به هم میخوره. میایم به زمان حال، جایی که مت داره برای جو قضیه رو تعریف میکنه. بهش میگه شغل اصلی من چیز دیگه ای بود و دوباره خاطره تعریف میکنه. میبینیم که یه زنی به اسم گرتا روی یه دونه تخت خوابیده و یه دونه پرستار میاد سمتش، میگه برای جراحی آماده ای، اونم تایید میکنه. بعد میبینیم که یه رفعه با یه تیغ جراحی روی گیجگاهش یه دونه خط ایجاد میکنن و از داخلش یه چیزی رو برمیدارن. بعدم اونو توی دستگاهی میذارن که شبیه تخم مرغه. اتفاقات عجیبی میفته و یه دفعه میبینیم که گرتا توی یه فضای خیلی عجیب و غریب و تاریک به هوش میادش. حالا مت رو میبینیم که پشت میزی نشسته و همون دستگاه تخم مرغی هم جلوشه. حالا میفهمیم که چه دستگاهی اختراع شده.
یه دستگاه مثل همین سیری و برنامه‌هایی که توی گوشی‌ها هست و راهنمای شما هستن. به جای اینکه یه ربات این کار براتون انجام بده، میان ناخودآگاه انسان‌ها رو توی این دستگاه‌ها می‌ذارن. بعدم خود ناخودآگاه شما مثل یه انسان جدید توی فضای اون دستگاه متولد میشه. نقش متم توی سرکارش اینه که میاد به این هوش مصنوعی‌ها که از ناخودآگاه انسان تولید شدن یاد میده که چجوری کارشون رو انجام بدن. گرتایی که دیدیم هم همین کار رو انجام داده و پولی پرداخت کرده تا برایش راهنمای شخصی بسازن. حالا می‌بینیم که گرتایی دوم تو همون فضای برنامه به هوش اومده و اصلاً نمی‌دونه که جریان چیه. کاملا مثل یه انسان واقعی هم درک داره. جلوش هم میدونه تلویزیون بزرگه و از اون متو میبینه. مت شروع میکنه به توضیح دادن همه این شرایطا و بهش میگه که باید از این به بعد به گرتای واقعی کمک کنی. اینم که توی دستگاه هول کرده و میگه که نه، من نمیخوام تا ابد اینجا زندانی باشم. حالم اصلا خوب نیست. نمیخوام مثل یه برده باشم. ولی مت میگه که تو برای همین متولد شدی و اصلا نقشت همینه. مت هم که انگاری شنیدن این حرفا براش عادیه، میگه باشه، پس مجبورم تو رو وادار به این کار بکنم. از روی دستگاهی که جلوشه یه زمان یک دقیقه ای تنظیم میکنه. در حالی که این یک دقیقه داره تموم میشه، میبینه که برای گرتای توی برنامه یک سال تمام میگذره. یعنی مجبوره توی همون فضای زندانی بدون هیچ ارتباطی با دیگران یک سال واقعی ما رو زندگی کنه. و همین هم میشه که وقتی بعد یه دقیقه مت دوباره بهش وصل میشه، گرتای توی برنامه التماس میکنه و میگه فقط بهم یه کاری بده انجام بدم، یک سال اینجا بیکارم، با هیچ کی ارتباط ندارم، روانی شدم. بعد هم میگه خب پس حالا وظیفتو فهمیدی، باید از این به بعد به عنوان راهنمای شخصی گرتای واقعی کارتو انجام بدی. اونم خیلی راحت قبول میکنه. از این به بعد میبینیم که گرتا توی خونش این دستگاه رو گذاشته و تمام کارهای خونش رو سپرده به همون. گرتای توی برنامه باید چیزهایی از جمله دمای خونه، برنامه ریزی هفتگی این دختر، سوالاتی که داره، آهنگایی که میخواد گوش بده و همه چیزو براش تنظیم بکنه. دوباره میایم به زمان حال، جایی که مت همه اینا رو برای جو تعریف کرده. جو که حالا فهمیده چقدر کار مت داغون بوده و گذشته بدی داشته، یکم خیالش راحت تر میشه و شروع میکنه به تعریف از زندگی خودش. میگه که من یه دونه نامزد داشتم به اسم بس، خیلی زندگیمون خوب بود. و حالا میریم به خاطراتش. یه روز برفیه و جو و بس دو تا از دوستاشون رو دعوت کردن که یکیشون هم یه مرد آسیاییه. بس خیلی به هم ریخته است و اصلا بهش خوش نمیذاره. آخر شب هم میره میخوابه و وقتی که جو داره خونه رو مرتب میکنه، متوجه یه دونه تست بارداری میشه که مثبت در اومده. با خوشحالی میره پیش بس تا بغلش کنه و وقتی که بهش میگه که این تست رو پیدا کردم، بس با عصبانیت میگه من این بچه رو نمیخوام، میخوام بندازمش. خلاصه که دعوای بینشون شکل میگیره و هرچی جو سعی میکنه قانعش کنه که تمام کارهای بچه رو انجام میده، بس بازم نمیخواد این کارو انجام بده. در آخر هم وسط بحثشون یه دفعه همون کنترل عجیبش در میاره و جو رو از زندگیش بلاک میکنه. دیگه حتی صدای بحث هم نمیشنه و با همون حال از خونه خارج میشه. روز بعدی هم به سوار ماشین میشه و بی توجه به سایه خاکستری پشت سرش که همون جو هست از اونجا میره. میره و دیگه هیچ وقت هم بر نمیگرده. جو از اینکه هیچ وقت از نامزدش خبری نمیشنوه نگرانه و هر تلاشی هم میکنه نمیتونه ازش هیچ خبری بگیره. بعدش اینه که وقتی یه نفر تو زندگی واقعی بلاک میکنی، دیگه نمیتونه بهت زنگ بزنه و باهات تماس بگیره. حتی چهره شما از عکسهای دو نفرتون هم برای همیشه پاک میشه. جو تمام خاطراتش با عشق زندگیش هم داره از دست میده. چند ماه به همین شکل میگذره و یه روز که جو تو خیابونه، یه سایه خاکستری رنگ و با شکمی بزرگ میبینه. میفهمه که همون بسه و بچهش هم نگه داشته. میدوه طرفش تا باهاش صحبت کنه، اما بس که فقط یه چیز سیاسفید جلوش میبینه، بدون هیچ صحبتی ازش دور میشه. پلیس هم سر میرسن و به خاطر مزاحمت جو اونو یه روز به زندان میندازن. چند ماه دیگه هم میگذره و نزدیک کریسمس. جو میدونه که بس هر سال برای کریسمس خونه پدرش میاد و خب خونه پدرش هم بلده. برای همین هم یواشکی میره به اونجا تا بتونه از دور یه بار دیگه عشقشو ببینه. وقتی که این اتفاق میفته، متوجه میشه که بچه‌ش هم به دنیا اومده. اما بعدش اینه که وقتی یه نفر شما رو بلاک میکنه، بچه‌های طرفم برای شما بلاک میشن. جو حرفش با مت ادامه میده و میگه که من حتی نمیدونستم بچه‌م پسر یا دختر رو، این داشت منو روانی میکرد. چند سال همینطوری گذشت و من هیچ وقت نتونستم بفهمم که چرا بس بچه‌شو نگه داشت و اگه میخواست نگهش داره، پس چرا با من رابطه‌شو تموم کرد. خلاصه که 4 سال داشت میگذشت و من هر کریسمس میرفتم اونجا تا یه بار دیگه عشق زندگیم و بچه‌مونو ببینم. میدیدم که داره بزرگ میشه ولی هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم.
یه روز که توی خونه نشسته بودم متوجه یه خبر وحشتناک شدم. بس توی تصادف جونش رو از دست داده و خب وقتی هم که یه نفر این اتفاق براش بیفته میتونید دوباره چهرهش رو ببینید و اون بلاک برداشته میشه. منم لوازممو جمع کردم و به خونه پدر بس رفتم تا حداقل دخترمو بیارم پیش خودم و بزرگش کنم. وقتی به اونجا رسیدم دنیام خراب شد. دخترمون هیچ شباهتی به من نداشت. چهرهش شبیه دخترهای آسیایی بود. با عصبانیت میره داخل و تازه میفهمه که همسرش با همکار آسیاییش داشته بهش خیانت میکرده. همون همکاری که اول فیلم دیدیم دعوت کرده بودن خونه‌شون. پدر بسم همونجاست و با دیدن جو عصبانی میشه. دعوای بینشون شکل میگیره و وقتی که جو دیگه کنترلش رو از دست داده با یه گوی شیشه‌ای به سر پدر ضربه میزنه. بعدم سریع از اونجا فرار میکنه. این ضربه برای چند ساعت باعث میشه که پدر به خاطر خونریزی جونش رو از دست بده. اون بچه هم همچنان توی اتاق قائم شده و اصلا بیرون نمیاد. چند ساعت بعد وقتی که میاد بیرون و میبینه پدر بزرگش یه گوشه نشسته و هیچ حرکتی نمیکنه، فکر میکنه خوابیده و براش خوراکی میذاره. چند ساعت دیگه هم میذاره و حالا که نگران شده فقط میره بیرون تا برای پدر بزرگش یه کمکی بیاره. اما برف سنگینی داره میاد و همین باعث میشه راه خونه رو گم کنه. سرمایه زیاد در نهایت جون این دخترم میگیره. وقتی جو به این قسمت داستان میرسه با صدای بلند میزنه زیر گریه و میگه فقط خدا منو ببخشه چون نمیدونستم که قرار این اتفاقها بیفته. مت میگه که یعنی خودت هم قبول داری که مقصر همه این چیزها بودی؟ و جو با همون حال بعدش میگه آره من واقعا گناهکار بودم. مت یه رفعی رفتارش عوض میشه و با خوشحالی انگاری با یه نفر حرف میزنه. میگه که بالاخره انجامش دادم و منو بیارید بیرون. جو شوکه‌ش رو نمیدونه جریان چیه و میریم به سکانس بعد. متو میبینیم که سرش توی دستگاهیه و از اون بیرون میاد. یه مامور پلیس هم کنارش نشسته و جلوش هم یکی از همون دستگاه‌های تخم‌مرغ شکلیه که روش نوشته 5 سال. شروع به صحبت با مامور پلیس میکنه. میفهمیم بعد کارهایی که این مرد انجام داده، پلیس‌ها گرفتنش و می‌خواستن بزننش زندان. اما مت گفته من کمکتون میکنم تا خیلی جرم‌ها رو حل بکنید. اولین پرونده‌شون هم همین داستان جو هست چون جو هیچ وقت اعتراف نمی‌کرده و خب میان با استفاده از ناخودآگاهش یه همچین جایی رو می‌سازن. اینقدر براش قابل باور بوده و مت هم هی سعی میکرده که اعتماد اونو جلب بکنه که در آخرم اعتراف نهایی رو ازش میگیره. مت به مامور میگه خب من کارم رو انجام دارم دیگه، بعد آزادم کنید. مامورم میگه آره ما گفتیم آزادت میکنیم اما نگفتیم چه جوری. تو برنامه اختراع کرده بودی که زندگی جنسی مردم رو تحت نظر میگرفت و برای همینم به عنوان یه مجرم جنسی شناخته میشی. همینم باعث میشه که یه دکمه ای رو بزنه و وقتی که مت از ایستگاه پلیس خارج میشه همه براش بلاک شدن و با هیچ کس نمیتونه صحبت بکنه. بقیه مردم هم اونو شبیه یه لکه قرمز رنگ میبینن، یعنی به عنوان یه آدم خیلی خطرناک و خب مشخصه هیچ کسی نمیره طرفش رو باهاش حرف بزنه و حتی نزدیکش هم نمیشن. مامور پلیس هم میبینیم که روی همون دستگاهی که ناخودآگاه جو توش گیر کرده یه دونه تایمر تنظیم میکنه. تایمری برای 1000 سال، یعنی حبس ابد، که جو مجبور اونجا بمونه و با تنهایی خودش دیوونه بشه. دوربین میاد عقب و میبینیم که چندین گوی شیشه‌ای مختلف داره نشون میده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. وایت کریسمس یکی از تلخ‌ترین پایان‌ها رو توی سریال بلک میرور داره. شما اگه دقت بکنید هیچ کدوم از قسمت‌های فیلم درست پیش نرفته. کسی که فکر میکرد اگه آمار یکی دیگر رو بکنه زندگیش درست میشه، به بدترین شکل ممکن بعد ادامه بده. اونم چطوری؟ فکر کن تو خیابون هر جایی که راه میری همه تو رو به اصل یه شکل قرمز میبینن، میدونن که یه کار وحشتناک انجام دادی و تو هم هیچ وقت نمیتونی از خودت دفاع بکنی، هیچ وقت نمیتونی بگی که من فلان کارو مجبور بودم انجام بدم، اصلا وقتی برای توضیح دادن خودت نداری. یعنی شاید اگه کار طرف تموم شه خیلی راحت تر از این باشه که بخواد اینطوری به زندگی ادامه بده. طرف دیگه داستانم که خب دیدیم بعد از این اتفاقی که براش افتاده قطعاً تا ابد میره زندان، حبس ابد بهش میخوره، دیگه زندگیش تمومه. یه سوال ازتون دارم، به نظر شما اون زن چقدر توی این قضیه گناهکار بود؟ اگه بخوام من نظر خودمو بگم، یکی از گناهکارهای اصلی اون بودش. شاید اگه از همون اول حقیقت رو میگفت و اعتراف میکرد به همترش که آقا من خیانت کردم، من آدم خوبی نبودم، فلان کارو انجام دادم و خب بچه‌مونم برای تو نیست، شاید اگه همین حرفو میزد مرد خیلی راحت غیر زندگی رو میزد، دیگه دنبال طرف نمیرفت و به زندگی عادیش ادامه میداد. هیچ کدوم این قضیه ها دیگه پیش نمی اومد، ولی خب این کار انجام نداد. نکته مهمی که از این فیلم باید یاد بگیریم و کلن از تمام قسمت های بلک میرور که بارها هم تکرار کردم، خطرناک بودن تکنولوژی توی زندگی روزمره انسانه. تکنولوژی که شما اگه به فیلم نگاه بکنید خیلی راحت میزنن بقیه رو بلاک میکنن و دیگه طرف هیچ توضیحی نمیتونه بده.
این خیلی میتونه به زندگی دیگران آسیب بزنه. شما فکر کن به خاطر یه سوء تفاهم یه نفر بلاک بکنیم، چیزی که خب تو زندگی الانم تقریبا اتفاق میفته. ما در توی دنیای زندگی میکنیم که 90% ارتباطات ما مجازی شده و با یه رکمه بلاک میتونی طرفو از همه جای زندگیت حذف کنیم. این خیلی دردناکه، چون قبلا حداقل وقتی مشکلی پیش میومد میشستی با طرف صحبت میکردی، قضیه رو حلش میکردید، ولی الان فقط تمام ارتباطات ممکنه 10 سال یه نفر رو بشناسی، باهاش بهترین رابطه رو داشته باشی، بعد 10 سال یه دونه دکمه میزنی همه چیز تموم میشه. خلاصه که بلک میرور یکی از بهترین سریال های دنیاست. پیشنهاد میکنم تا من خلاصه هاشو نذاشتم برید یه بار کامل ببینیدش. چند بار دیگه هم نوشتید که چرا ادامه نمیدمش. من قطعا ادامه میدم این سریالو، منتها نمیتونم همشو پشت هم بذارم چون اندازه فیلم های دیگه شاید طرفدار نداشته باشه. مجبورم هر از گاهی یکی دو تا قسمتشو بذارم که اونایی که دوست دارن هم ازش لذت ببرن. در آخرم اگر ویدیو خوشتون اومد حتما توی کانال عضو بشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. روزتونم گلسی.